داستان هیتلر نویسنده ایوان شرات تهیه شده در بنیاد آینه فصل نهم کورت هوبر رویای هیتلر نه صرفاً با زور که با فکر به قانون او تبدیل شد او افکارش را همان گونه که بود به مردم آلمان تحمیل کرد و ظاهرا موفق هم شد در طول سالهای دهه 1930 فیلسوفان و دانشگاهیان یهودی از دانشگاه ها اخراج شدند همه کسانی که بیگانه یا مخالف نازی تلقی می شدند با تبعید و و مرگ از میان برداشته شدند ادمون هاسرل، والتر بنیامین، هانا آرنت و افراد بیشمار دیگری از میدان بدر شدند در پایان این دهه هیتلر به واسطه ی آلفرد روزنبرگ رویایش را تکمیل کرد با از میان بردن یهودیان دیگر هیچ صدای مخالفی نبود و هیچ کس فریاد دموکراسی و یا حتی انسانیت سر نمیداد یا شاید هنوز افرادی بودند فیلسوفان آریایی باقی مانده کلن منافع شخصی، تعصب و جاه را بر وفاداری به همکاران پیشینشان ترجیح دادند. نازیهایی مثل آلفرد بویملر و ارنست کریچ و همدستانی مثل کارل شمیت و مارتین هایدگر از بدعتهای روزنبرگ حمایت کردند و آنها را با اشتیاق پذیرفتند. اگر تعداد اندکی از استادان نجات پرستی رژیم حاکم را قبول نداشتند افکارشان را پیش خود نگاه می داشتند اگر اصلا اختلاف نظری هم تشخیص داده می شد، مورد توجه قرار نمی گرفت. از این رو در حالی که گروهی از فیلسوفان نازیهای پرشوری بودند دیگر به قلم روی تحقیق صرف عقب نشینی کردند و در عرض چند سال این سو به مهی غلیز تبدیل شد پرتو ضعیفی از نور به ندرت به این مه قلیز نفوذ می کرد آن هم زمانی که فیلسوفی شجاع و شاگردانش جرأت حرف زدن به خود می دادند آنها جرأت مخالفت با نازی سازی دانشگاه ها را داشتند ولی شعله جسارت آنها به سرعت و به شکلی مخوف خاموش می شد روزی گرم و مرتوب از ماه جویه ۱۹۴۳ در زندان اشتادلهایم مونیخ، نم نمی که از مدتی پیش شروع شده بود به بارانی آرام تبدیل شد، نگهبان زیر لب دشنام میداد هوای گرم و مرتوب شغلش را خسته کننده تر می کرد اعدام ها طبق برنامه ساعت پنج بعد از ظهر انجام می شد خسته بود و شدیدن عرق می ریخ و منتظر بود تا روز کاریش تمام شود که خبر رسید چند معمور اس اس آمده اند تا بر آخرین اعدام نظارت کنند این یعنی تاخیر. روی زمین توفی انداخت و با خود گفت این افسران چقدر می توانند خشن باشند. نمیفهمند که بیش از یک ساعت به ساعت کار او اضافه می کنند، البته اضافی حقوق هم در کار نیست. علاوه بر این پیش از رسیدن آنها باید تمیز کاری کرد. سرش را روی گیوتین خم کرد تا مطمئن شود همه ی آثار خون از رویش پاک شده است مو روی تیغ را لکدار و سیقل دادنش را سخت کرده بود میزان مواد پاک کننده در انبار محدود بود بنابراین باید این کسیفی های انسانی را با ساییدن تیغه پاک می کرد اگر کارش را خوب انجام نمیداد، افسران اعتراض می کردند و این یعنی کار بیشتر ولی هیچ کس به فکر او نبود باران تابستانی در حیات میبارید در آن رطوبت نوری مات و سایل بنایی در گوشه حیات را آشکار می کرد توده ی سنگ ها در جایی که میزبان باد غربی بود در حالی که نگهبان گیر افتاده بود افسر جوان اس اس که تازه صورتش را اصلاح و موهایش را به عقب شانه کرده بود زودتر از دیگران ظاهر شد رئیس زندان و مسئول اعدام برای ملاقاتش آمدند چندین سوال پرس شد و نگهبان بخشی از گفتگوی آنها را از آن سر حیات شنید میخواستند از جزئیات اعدام و زمانی که برای مردن یک انسان صرف می شود مطلع شوند فکر میکردند زندانیان به دار آویخته می شوند و میخواستند پیشنهاد دهند که چگونه باید این فرایند را سریعتر کرد وقتی متصدی اعدام گفت زندانیان با گیوتین اعدام می شوند اس اس با عصبانیت فریاد زدند که وقتشان تلف شده است است. نگهبان خیلی خوشحال بود که مجبور نیست با اس, اس ها حرف بزند. برای جبران این اشتباه معموران اس اس از اتاق گیوتین بازدید کردند و به آنها در مورد نحوه عملکرد دستگاه توضیحات کامل داده شد باز هم توجهشان به کارایی دستگاه جلب شد و در مورد سرعت سقوط تیغه، وزن تیغه، جنس آن، اندازه تیزی آن و مقدار نیرویی که برای جدا کردن سر از تن نیاز دارد اطلاعات فنی مفصلی گرفتند در نهایت افسران پس از گرفتن اطلاعات مورد نیازشان آنجا را ترک کردند حالا کم کم داشت کار نگهبان تمام می شد دو زندانی دیگر مانده بودند بعد می توانست آنجا را تمیز کند و به خانه برود مرد بلند قد بیست و چند ساله ای با موهای قهوه‌ای و سری بالا گرفته با وقار از حیات رد شد. کشیش از پنجره قسمت زندانی ها نگاه می کرد تا اینکه مرد جوان به اتاق اعدام رسید و در را پشت سرش بستند نگهبان تا زمانی که صدای تپ تپ بیاید بیرون منتظر ایستاده بود دار زدن حتما تمیزتر و راحتتر بود دیگر همسرش مجبور نبود تا آخر عمرش لباس های او را بشوید و او هم مجبور نبود به شکایت های همسرش گوش کند کمی بعد مردی کوتاه قد که اندکی میشلید آهست از حیات گذشت او هم مانند نفر قبل با وقار راه میرفت پس از صدای تپ تپ نگهبان جسد را برداشت وقتی داشت این جسد را مانند جسد قبلی از حیات عبور میداد دست جسد از چنگش درآمد و روی سنگ فرش کشیده شد بعد در حالی که آخرین باقی ها را جارو می کرد به شامش فکر می کرد هوبر دومین اعدامی در بهار پیش از دستگیریش با خانوادهش در خانه بود وقتی دختر دوازده سالش پیانو تمرین می کرد او دفتر نت را برایش ورق زده بود بعد از آن تره موهای نرم و بلند دخترش را نوازش کرده بود خیلی برایش جالب بود که هر وقت خمی شد تا سر دخترش را ببوسد می توانست حدس بزند که همسرش برای شام چه درست کرده است بوی غذا در میان موهای دخترک می ماند قد هوبر 160 سانتیمتر بیشتر نبود وقتی از حیات میگذشت تا به اتاق ادام برسد پای راستش را روی زمین میکشید. وقتی برگشت و به کشیش زندان لبخند زد دستهایش میلرزید. کشیش زندان با ترس آشنا بود ولی نه خبر داشت که دستان او در طول عمرش میلرزیده نه میدانست که این زندانی پیشتر یک بار گلوگش بریده شده است. اوبر در کودکی به دیفتری مبتلا شد وقتی بیماری مهار ناپذیر شده بود جراحان جراحی اورژانسی انجام داده بودند و گلویش را بریده بودند آثار این بیماری و جراحت تا آخر عمر همراهش بود دستانش همیشه میلرزید سر کار در خیابان و در کنار دوستان مگر زمانی که پیانو می نباخت او کاملا روی کلیدهای پیانو تمرکز می کرد از هیچ چیز نمی ترسید و چیزی نمی خواست جز دنیای شنیدنی که خلق می کرد و در آن سیر می کرد دستانش روی کلیدهای پیانو می یک روز زمستانی در جنوب آلمان در 1943 از دیوارهای چوبی تالار سخنرانی ماکسیموم در دانشگاه مونیخ نوری ملایم منعکس می شد. همان دستانی که در حیات زندان روی زمین زمخت کشیده میشد هفت ماه قبل از آن در مقابل تماشاچیانی مشتاق در حال تکان خوردن بودند این دستان متعلق به پروفسور هوبر بودند استادی آنقدر مشهور که سخنرانی هایش در بزرگترین سالن دانشگاه مملو از دانشجویانی میشد که به دنبال جا می گشتند و تا پشت درهای سالن و راهروهای دانشگاه برای شنیدن سخنرانیش می ایستادند. پروفسور از پیش حرفهایش را به دقت آماده کرده بود و با زبانش شروع کرد به ساختن دنیایی از افکار انتظایی که تناسب زیادی با غرور آن ملت داشت مردم آلمان عاشق موسیقی و فلسفه بودند موسیقی و فلسفه روح ملیان ها را تشکیل داده بود و این مرد در هر دوی این زمینه ها مهارت داشت دانشجویان جوانی که تشنه یادگیری از او بودند شیفته او شده بودند و غرق در دنیایی که در آن احساسات آرام بود و عقل هوشیار هوبر روبروی آنها پشت تریبون ایستاده بود بدنش به خاطر ناتوانیش کج شده بود حرف زدنش بی و نقص نبود ولی وقتی به موضوع خودش رسید لحنش سلیس و روان شد و کلامش فسیح کورت هوبر فیلسوف و موسیقی شناس در دانشگاه مونیخ انسانی افتاده بود با ذهنی تابان ذهنش آنقدر آماده بود که می توانست پذیرای علم و هنر با هم باشد علاوه بر فلسفه می توانست در حوزه منطق و ریاضیات هم سخنرانی کند همچنین از قله های موسیقی فلکلور بود چهره لاغر و جذابی داشت که اگر غمزدگی را از آن حذف می کردیم زیبایی خیره کنندهی پیدا می کرد. این غمزدگی تقارن را از شهرش گرفته بود زیرا یک طرف صورتش تا حدودی فلج بود چشمانش تو رفته و گونهش برجسته بود سر سرسختی خاصی داشت که باعث می شد آدم زمختی به نظر بیاید البته عاطفی بودن آشکارش و همچنین حرکات احساسیش زمختی چهرهش را از میان می برد موهای کم پشتش باعث می شد استخان گونه و بینی باریک و اقابیش بیشتر جلب توجه می‌کند. اوبر در 24 اکتبر 1983 در شور سوئیس به دنیا آمد. والدینش هر دو آلمانی بودند. آنها چهار سال پس از تولد فرزندشان به سرزمین مادریشان برگشتند و کورت را در اشتوتگارت در جنوب غربی آلمان بزرگ کردند. کورت درسخان و شاگرد اول کلاس بود بنابراین از 1903 تا زمان مرگ پدرش به دبیرستان ابرنهارت لودیویک گومنازیوم رفت پس از مرگ پدر بقیه خانواده به مونیخ رفتند در آنجا هوبر موسیقی شناسی، روان شناسی و فلسفه خواند و در 1917 دکترایش را گرفت سه سال بعد تدریس در دانشگاه را با حقوقی خوب شروع کرد. او درس گفتارهای عالی و اصیل درباره فیلسوفان ایدئالیست آلمان، کانت، هگل، فیشته و فیلسوف و ریاضیدان قرن هفدهمی گودفرید ویلهلم فون نیت ارائه میداد. وبر در 1929 با کلارا شیلکن ازدواج کرد و خیلی زود اولین فرزندشان برگیت به دنیا آمد وقتی هیتلر صدر اعظم آلمان شد برگیت فقط دو سال داشت وقتی ابرهای توفانزا اطرافشان را گرفت دیگر سالهای شادی نداشتند کلارا عاشق بچه اولش بود که کمی بعد پسری به نام ولف هم به او ملحق شد در طول دهه 1930 کورت در خانهش در مونیخ ساعتهای طولانی مجموعه جذاب از ملودی‌های را بررسی می کرد که در زمانی که در کوهستانهای جنوب آلمان بود آنها را جمع وری کرده بود فضای آلپ برایش خیلی آشنا بود شبیه به فضای سوئیس عاشق آن بود که از راه های پرپیچ و خم کوهستان تا جنگل های شاه بلوط بالا برود و هوای خشک و خنک کوهستان را استنشاق کند به دور از شلوغی شهر مشتاق تنهایی بود گوشهایش خیلی سریع به نواهای مطبوع طبیعت خو گرفت روستاییان و آداب و رسومشان او را جذب کوهستان میکردند. جایی نوشته است ملودی فولکلور در روحیه تعاونی ایجاد می شود و پتانسیلی ذاتی و ویژگی موسیقیایی دارد که نزدیکی زیادی به این مردم دارد او آواهای سنتی بایرنی را برای آکادمی آلمان در مونیخ جمع‌آوری کرده بود وقتی به خانه برگشت پس از ویرایش دقیق و وسوازگونش اولین مجموعه را منتشر کرد این مجموعه آنقدر محبوب شد که در عرض چند سال سه نسخه از آن بیرون آمد از هوبر خواسته شد تا مجموعه دیگری گردآوری کند که آن هم در 1936 با همان استقبال روبرو شد. زمستان 1934 او در سالن سخنرانی دانشگاه مونیخ پشت تریبون ایستاده بود و در مورد لایپ نیتس سخنرانی می کرد. دلیل شیفتگی هوبر به لایپنیتز توجه عمیق لایپنیتز به وجود شر و روشی بود که در آن در پی تطبیق وجود شر با خدای رحیم بود هوبر مانند لایپنیتز معتقد بود که شر عیبی در جهان کامل است نوتی غلط در کنسرتی زیبا در واقع هوبر داشت روی کتابی مشخص از لایبنیتز کار میکرد لایبنیتز تأثیر عمیق در دو متفکر بزرگ صده هفدهم و هجدهم یعنی کانت و هگل داشت و هرچند که این دو فیلسوف برای هیتلر و هایدگر محترم بودند هوبر خانشی متفاوت از اندیشه آنها داشت توانایی هوبر در الهام بخشی به دانشجویانش بسیار اهمیت داشت آن روز یکی از با استعدادترین شاگردانش سوفی شل هم حضور داشت سوفی برای یکی از دوستانش که در خط مقدم می جنگید در مورد سخنرانی هوبر می نویسد برای فریتز هارت ناگل اولم اول ژانویه 1943 فریتز عزیز من در طبقه بالا با برادرم هانس در اتاقی مشترک زندگی می کنم همیشه پیش از خواب در مورد اتفاقاتی که در طول روز رخ داده است یا پرسش هایی که از مباحث و خانده ایجاد شده است صحبت می کنیم. مثلا دیشب هانس گفت که لایپ من عدل الهی او را خواندم اولین کسی بوده که قدرت مطلق خداوند را محدود کرده است بر این اساس که خداوند فقط می تواند فعل خیر انجام دهد نه فعل شر من ابتدا گفتم که این مسئله مربوط به اختیار است نه توانایی ولی خیلی زود مجبور شدم از خیر استدلالم بگذرم و لبخندی چاشنیش کنم ناتوانی خدا در شر نبودن دقیقا شبیه به ناتوانی دانا در جاهل بودن است نقص خدا این است که هیچ نقصی ندارد دوستدار تو صوفی شل دانشجویی در تایید الهام بخشی هوبر می نویسد هوبر مرد کوتاه قد مهربانی است که در تزریق اشتیاق تحقیق درباره موسیقی به شرکت کنندگان در سمینارها و کلاسهایش استعداد خاصی دارد ذهنی تابان و قدرت انتقال پویایی دارد و دانشجویان و همکارانش احترام زیادی برایش قائلند علاقه بسیار هوبر به موسیقی فولکلور مونیخ را برای او جای ایدئالی می کرد در واقع او تا 1943 در این عرصه قدرتی برجسته بود و با صحبت کردن در مورد منظره های وحشی که این موسیقی ها از آنها اقتباس شده بودند دانشجویانش را شیفته خودش می کرد. او مردی بود که به سرزمینش و کوهستانهایان آن عشق میورزید عشقی که در همه آموزههایش درخشش داشت کار مورد علاقه او این بود که در رشته کوه آلپ در بایرن پرسه بزند و در مورد آوازهای دهاتیان تنومند با آن شلوارش های چرمی و کلاهای پردارشان بنویسد و دانشجویانش را تحت تأثیر قرار دهد هوبر محافظ کار، ملی گرا و رومانتیک بود خوراکی کامل برای حزب نازی به علاوه موسیقی فولکلور موضوعی بود که هیتلر آن را با اشتیاق دنبال می کرد برای همین بود که هوبر در 1936 به عنوان نماینده آلمان در کنگره موسیقی بین المللی در بارسلون انتخاب شد در 1938 موقعیت شغلی جذابی به او داده شد استادی در انجمن موسیقی فولکلور در دانشگاه برلین. هوبر که برای تأمین خانوادهش به پول احتیاج داشت این سمت را پذیرفت ولی خیلی زود فهمید که از او انتظار دارند تا برای نازیها تبلیغ کند. در وضعیت سختی گیر کرده بود اگر با نازی مخالفت می کرد سمتش را از دست می داد و خانوادهش برای تأمین نیازهاشان با مشکل روبرو می شدند ولی اگر به تقاضای نازی ها پاسخ مثبت می داد مهمترین ارزش های فکری و اخلاقی زندگیش بی اعتبار و بی معنا شدند پس از بحث های طولانی با خانوادهش در نهایت تنها کاری را کرد که می توانست و بر سر اعتقادش باقی ماند او از تحقیر مهمترین موضوع زندگیش سرباز زد و آواهای اصیل فولکلور را به سرودهایی برای نازیها تبدیل نکرد و روحیه دهاتیان آلمانی را برای نمایش های سیاسی تحریف نکرد هوبر کاری را انجام داد که فقط اندکی از فیلسوفان حاضر به انجام آن بودند برای همین بلافاصله از کار بیکار شد هوبر پس از اخراجش اجازه داشت که به کار قبلیش در منیخ محبوبش بازگردد اما فقط به این علت که ناسیونال سوسیالیسم با سخاوت حتی به کسانی که به خاطر نارسایی ایدئولوژیکشان در موقعیتهای شغلیشان خطا کردند هم وسیله معاش را ارزانی می کند البته وضعیت کاری هوبر تکه و پاره شده بود معموران اداری روزنبرگ بلا فاصله به سردبیران آلمانی فشار آوردند که دیگر نوشته های او را چاپ نکنند رساله دکترای او که درباره موسیقی رونسانس بود ایو دوونتو و متخصصان آن را اثر کلاسی که برجستهی میخاندند دیگر اجازه چاپ پیدا نکرد و آخرین مقاله او با عنوان روش فولکلور در پژوهش آوای فولکلور که قسمت دومی هم داشت و قرار بود نتیجهگیری در شماره بعدی باشد هیچ وقت چاپ نشد او نتوانست رسمیت پیشینش را نه در موسیقی شناسی و نه در فلسفه یابد. همچنین نتوانست آثار جدید چاپ کند حتی از استعدادش در موسیقی نیز چشم پوشی شد آشکار است که سران نازی به این دلیل کار او را خراب کردند که در مقابل ظلمشان ایستادگی کرده بود ولی دلیل دیگری هم داشتند آنها او را به سبب ناتوانی جسمیش رد کردند لنگیدن و لکنت زبان هوبر باعث شده بود که آنان او را آدم لنگی بدانند که هیچ وقت نمیتواند یکی از افراد نژاد برتر رویایی باشد وقتی برای تأمین نیازهای خانوادهش تقاضای افزایش حقوق کرد آنها در رویش به او گفتند که ما فقط میتوانیم افراد شایسته را ترفی دهیم خلاف مخالفان ایدئولوژیک هیتلر، هوبر نه چپ بود نه یهودی. او محافظ کاری میهن پرست بود که به تقدس سنت و اهمیت ملت اعتقاد داشت. در واقع او به دستاوردهای فرهنگی آلمانی عمیقا افتخار می کرد. البته شدیداً مخالف هر نوعی از خشونت بود و هیتلر را مخرب ارزشهای آلمانی می دانست نزامن آنها او بر خلاف هایدگر خام حرف های هیتلر نشده بود و برعکس بیشتر همکارانش سکوت نمی کرد. او که در لفافه درباره حقوق اشخاص و اهمیت دین و دلسوزی برای دیگران نظر میداد با استفاده از هوش تنز پردازانش به شکلی پنهان مقاومت می کرد. علا خطرات بسیاری که این کار داشت باز هم نمی توانست به هیتلر نیش و کنایه نزند. اگر سخنرانیش درباره فردی یهودی بود با نیشخند میگفت: مراقب باشید او یهودی است نباید آلوده شوید حتی مخالفتی تا این اندازه ظریف باز هم خطرناک بود ولی هر کدام از این حرف های ابهام که به گوش نازی ها می رسید نامشخص بودند خوبر همچنین تلاش کرد که حضور یهودیان را در دانشگاه ها زنده نگه دارد او در مورد فیلسوفان یهودی ممنوعی مثل اسپینوزا سخنرانی میکرد. بنابراین پس از اخراج حسرل و در زمانی که دیگر یهودیان در زندان یا در تبعید و یا اعدام شده بودند کوبر پرچم تقریبا پایین آمده ی اندیشه یهودی را بالا نگه داشته بود هوبر بیش از همه به ایدئالیست ها کانت و هگل علاقه داشت آنها خط فکری اصلی او را ساخته بودند البته خانش او از این دو متفکر با خانشی که هیتلر ادعایان را داشت کاملا متفاوت بود هوبر از درس هایی که خود درباره کانت ارائه کرده بود استفاده می کرد تا به دانشجویانش پیام مبارزه با هیتلر را بدهد کانت را اخلاق گرای بزرگی می دانست که معتقد بود همه انسان ها از قوه عقل برخوردارند و باید برای به کار انداختن این قوه آزادی داشته باشند عقل یعنی سرخم نکردن در پیشگاه هیچ شکلی از قدرت مبنای اخلاق است کانت در زمانه خود مخالف هر نوعی از اطاعت بدون فکر بوده و مدام تکرار می کرده که اندیشه اقلانی مستقل مبنای همه رفتارهای خوب است هوبر میان باورهای غیر عقلی که کانت در قرن هجدهم در پی فرارفتن از آنها بود با ایدئولوژی هیتلر تشابهی ظریف ایجاد کرد در واقع کانت سلاح هوبر برای مخالفتش با نازیسم بود از این رو اغلب تا جایی که میتوانست درباره او سخنرانی میکرد اعتقادات هوبر در ذهنش قوی تر می شد. او همچنین موضع ضد مذهبی نازی ها را دوست نداشت و وقتی از بیرحمی هایی با خبر شد که در خلال جنگ صورت گرفته بود بسیار خشمگین شد تدریس او تنها یک روزنه بود و از اقبال خوشش روحیه تنزش سرکشیش را استتار می کرد همچنین به رغم مخالفتی که با رژیم داشت از آنجا که مسئولیت همسری و پدری هم بر دوش داشت همیشه با احتیاط رفتار می کرد. اما این خشم فروخورده به یک دهه حاکمیت هیتلر گاهی در خانه رو میشد و صبرش از شنیدن اخبار وحشیگری نازی ها سر می آمد و فریاد میکشید. در این هنگام کلارا همسر هوبر در خانه میچرخید و همه پنجره ها را می بست و زیر لب می گفت کورد بس کن آنها تو را به دخاو می برند با این همه و به رغم احتیاط های هوبر برخی از دانش دانشجویانش احساساتش را دریافتند و اعمال آرمانی آنها در نهایت باعث سقوط هیتلر شد یکی از این دانشجویان سوفی شل بود تمبورگ ام کوخر در در بود که به تاکستان منتهی می و رودخانه کوخر و خط آهنی قدیمی از میانش میگذشت. سوفی در 1921 آنجا به دنیا آمد در همان سالی که بیش از 6000 نفر در مونیخ برای شنیدن سخنرانی هیتلر جمع شده بودند او به نزدیکترین دبیرستان دخترانه آن اطراف رفت که در کنار رود دانوب بود شغل پدر ایجاب کرده بود که خانواده به شهر علم زادگاه آنیشتاین نقل مکان کنند در همان دوران از سوفی خواسته شد که به انجمن دختران آلمانی که شاخه زنان جوانان هیتلری بود بپیوندد مادر صوفی این بعد بعدها گفت ما چیزهای زیادی در مورد سرزمین مادری، رفاقت، اجتماع خلق و عشق به سرزمین شنیده بودیم این مسئله ما را تحت تأثیر قرار داد در حالتی شبیه خلصه گوش میدادیم به ما می گفتند باید برای چیزی بزرگتر از خودمان زندگی کنیم خیلی زود وقتی احساسات و مقاصد واقعی نازی آشکار شد این خلصه به چیزی بد تبدیل شد البته کمی بعد و در 1933 صوفی 11 ساله در کنار دیگر جوانان هیتلری شعار میداد. به بپیش، به پیش پژواک هیاهوها به پیش به پیش جوان خطر نمیشناسد ما بدون ترس در طول شب برای هیتلر تظاهرات می کنیم با پرچم جوانان برای آزادی و نان پرچممان ما را هدایت می کند پرچم من ای جدید است آری این پرچم برای ما از مرگ مهمتر است جوان جوان ما سربازان آینده ایم هر کسی بخواهد در مقابلمان به ایستد با مشتمان زمینش میزنیم پیشوا متعلق به تو هستیم ما رفقای تو هستیم پس از آن صوفی در دانشگاه مونیخ دانشجوی فلسفه و زیست شناسی شد در 21 سالگی رشتش را به فلسفه تغییر داد او دائما در سخنرانی های هوبر شرکت می کرد. ساکت و آرام انتهای سالن می نشست. به طوری که اگر کسی نگاهی سریع در سالن می او را تشخیص نمیداد. داد بی سر و صدا بود و ظاهر جالب توجهی هم نداشت ولی اگر کسی با دقت نگاه می کرد، زن جوانی را می دید با چشمانی درشت و پریشانی که در آنها م میزد. چهره صوفی دل ربایی کودکانه ای داشت گونه هایش هنوز گرد بودند رنگ چهرهش ملایم بود و موهای نرم قهوه‌ای رنگش به یک طرف شانه شده بود و صورتش را قاب گرفته بود از شیوه های شاعرانه و آرام الهام می گرفت از خودش و البته از سرنوشت شومش ناآگاه بود روحیش برای دوستانش آشکار بود سه سال پیش از مرگ زود هنگامش برای دوست سمیمیش فریتز نوشت فریتز عزیز من با دست پر به خانه آمدم خیلی خوب است که بتوانی چیزهایی را بگیری بدون آنکه دیگران را بی بهره کنی خیلی خوب است که مراتع و جنگل ها برعکس انسان ها تغییر نمی کنند و حتی وقتی فکر می کنیم همه چیز در حال تمام شدن است باز همان شب ماه مثل همیشه در آسمان ظاهر می شود و باز هم پرندگان آواز می خوانند بیان که نگران این باشند که در این کار امتیازی وجود دارد یا نه آیا تا به حال دقت کرده ای که چطور سرشان را رو به آسمان می کنند و آواز می و چطور آن گلوی کوچکشان باد میکند خیلی خوب است که چون این چیزهایی همیشه با ما هستند تو همانها را داری همین که یک قلب خوشحال شود کافی است مگر نه دوستدار تو صوفی لذت زندگی صوفی مانع از این نشد که مسائل پیچیده و مخرب در مورد طبیعت زندگیش را به چالش نکشد در مورد اخلاق، معنا و وجود فکر می کرد خجالتی بودنش حتی او را از نزدیک شدن به استادانش باز می داشت ولی با خودش سوالات بسیاری داشت با برادرش و دوستانش در مورد آدم کشیهای رایش سوم بحث و گفتگو می کرد نمیدانستند مملکتشان چطور در دام این تباهی افتاده است علاوه بر این در 1941 شایعاتی مبنی بر برنامه های مرموز خاصی در بیمارستان های روانی و دیگر نهادها پخش شد شایعات در مورد پاکسازی بیماری بود خواهین بیماری نژادی و ارسی بود خواه ناشی از جرم و جنایت برنامه پاکسازی شروع شد هدف بیماران و ناتوانان ذهنی بودند بعد برنامه اوتانازی شروع شد نانخورهای بیفایده نانشان قطع شد این موضوع وارد برنامه درسی دانشگاه ها شد و یهودیان، کولی ها، همجنس خواهان و بیماران را دربر گرفت صوفی و دیگر دوستان دانشجویش برای یافتن پاسخ مبهوت و نومید به گذشته عمیقتر آلمان روی آوردند به آرای کاتولیک ها، سنت آگوستین و توماس آکویناس در همان دوران، اسخف کاتولیک مونستر کلمنت آفگوست گالن که دیگر نمی توانست چشمش را به روی این قصاوت ها ببندد لب به سخن گشود خطابهای های او در سراسر کشور پخش و به همه جا ارسال می شد یوزف گوبلس در واکنش به این موضوع وعده داد که اسخف به دار آویخته خواهد شد